برام خداوند بخشاینده و مهربان، به درس های کنکور مضمون ریاضی خوش آمدین. خوش هستم شاگرد عزیز که بازم در خدمت شما قرار دارم و خداوند بر شما ذهن روشن بده که کل درس ها را به وجه احسنش یاد بگیرین. شاگرد عزیز، عنوان درس امروزی ما است معادلات نمایی. شاگرد عزیز، اول معادلات نمایی به کدام معادلات گفته میشه؟ به معادلات گفته میشه که متحول در نما باشه و برای حل معادلات نمایی ما از قوانین طاقت استفاده میکنیم، یعنی به این معنا که قاعده ها را مساوی قرار مساوی میسازیم، توانا را مساوی قرار میدیم، قیمت متحولی که در معادله از ما میخواید او پیدا میشه. پس دقت کنین شاگرد عزیز، به مثال اول معادله است 4 به نمای 2 منفی 1 مساوی به 32، قیمت متحول ای را خواسته که مساوی به چند میشه. پس از قوانین طاقت گفته استفاده میکنیم، 4 را نشته میکنیم شاگرد عزیز، 2 به نمای 2 کل به نمای 2a منفی 1 و 32 را نشته میکنیم 2 به نمای 5. پس از اینجا 2 خودش 2 ضرب 2 میشه 4a منفی 2 ضرب 1 2، یعنی توان با توان ضرب کردیم و 2 به نمای 5 هم خودش. قاعده های یکسان است، توان ها را ما مساوی قرار میدیم، 4a منفی 2 مساوی به 5. پس از اینجا شاگرد عزیز میتونیم نشته کنیم که 4a مساوی به 5 جمع 2 7 میشه اطراف تقسیم 4، در نتیجه قیمت A مساوی به 7 بر 4. قیمت A را خواسته بود، قیمت A را شاگرده عزیز پیدا کردیم، مساوی به 7 بر 4. مثال دوم دقت کنین شاگرده عزیز، سوال است که 2 به نمای x مثبت 1 منفی 2 به نمای x منفی 8 مساوی به 0. از ما قیمت x خواسته که مساوی به چند میشه. پس قیمت x چطور پیدا میکنیم؟ دقت کنین شاگرده عزیز، همیشه باید داشته باشین شاگردا، در معادله همیشه متحول سمت چپ، عدد معلوم مجهول سمت چپ، معلوم سمت راست. پس 2 به نمای x مثبت 1 که متحول x داره سمت چپ، منفی 2 به نمای x هم سمت چپ، 8 سمت راست انتقال میدیم. اینا بین این دو تا ما 2 به نمای x مشترک داریم، مشترک میگیریم، اینجا میمونه 2 منفی 1 مساوی به 8 رو نشته میکنیم، 2 به نمای 3، 2 منفی 1 1، 1 ضرب 2 به نمای x خودش. پس در حقیقت 2 به نمای x مساوی به 2 به نمای 3 باقی میمانه، قاعده ها یکسان است، توانا را شاگرد عزیز ما مساوی قرار میدیم، قیمت x مساوی به 3. مثال سوم دقت کنین شاگرد عزیز، سوال است که 20 به نمای x منفی 15 به نمای x بر 12 به نمای x منفی 9 به نمای x مساوی به 9 بر 25، قیمت x مساوی به گفته چند میشه؟ یعنی برای x کدام قیمت پیدا کنین؟ اگر به وضع x ما وضع بکنیم سمت چپ مساوات یا معادله مساوی به سمت راست معادله شد. پس دقت کنین شاگرد عزیز، سوال چطور حل میکنیم؟ 20 به نمای x من نشته میکنم 4 به نمای x، 4 به نمای x ضرب 5 به نمای x. پس نظر به قانون طاقت ما میتونیم قاعده را ضرب کنیم، 4 ضرب 5 20، از توانای یکسان که x است یکش بگیریم. پس 20 به نمای x ما به یه حالت تبدیل کردیم، منفی. 15 به نمای x نشته میکنم 3 به نمای x ضرب 5 به نمای x تقسیم بر 12 به نمای x هم نشته میکنم 3 به نمای x ضرب 4 به نمای x. دقت کنین شاگرد عزیز، ایناله 9 به نمای x هم نشته میکنم منفی 3 به نمای x ضرب 3 به نمای x. پس این مساوی به 9 بر 25 است. خب در صورت چیزی که ما مشترک داریم 5 به نمای x است، مشترک میگیریم، اینجا میمونه 4 به نمای x منفی 3 به نمای x تقسیم بر در مخرج هم 3 به نمای x مشترک داریم، داخل قوس 4 به نمای x منفی 3 به نمای x باقی میمانه، مساوی به 9 بر 25. همین 9 بر 25 هم نشته میکنیم 3 بر 5 کل به نمای 2. خب در اینجا ما میتونیم این قوس در صورت و مخرج با هم اختصار کنیم، 5 به نمای x بر 3 به نمای x. شاگرد عزیز میتونیم نشته کنیم که قاعده را تقسیم، در حالت تقسیم میگیریم 5 بر 3 کل به نمای x مساوی به 3 بر 5 کل به نمای 2. خب 5 بر 3 کل به نمای x خودش باشه، مساوی به ای را جایش تبدیل میکنیم، 5 بر 3 کل به نمای توان از این منفی میشه منفی 2. قاعده را مساوی ساختیم، توان را ما مساوی قرار میدیم، پس قیمت x مساوی به منفی 2.
خب شاگردان، مثال چهارم دقت کنین. مثال چهارم حل میکنیم. در صورت داریم سه به نمای یک سه دفعه در حالت جمع، پس ایره ما میتونیم نوشته کنیم که سه دانه سه به نمای x تقسیم بر مخرج هم میتونیم نوشته کنیم سه دانه نو به نمای x مساوی به سه بر 27. این حال شاگرده، اینی سه را باسه میتونیم اختصار کنیم و چیزی که باقی میمانه میتونیم نوشته کنیم که سه بر نو کل به نمای x مساوی به این هم نوشته کده میتونیم یکی بر سه، یک سه سه نو سه 27 میشه که یکی بر نو را نوشته میکنیم شاگرده عزیز، یکی بر سه کل مربه. خب این هم که اختصار کنیم این هم یکی بر سه میشه، پس در این قسمت نوشته میکنم که یکی بر سه کل به نمای x مساوی با یکی بر سه کل به نمای 2. این حال شاگرده عزیز، قاعده رو ما مساوی قرار دادیم، پس قاعده که مساوی شد توانا رو ما مساوی قرار میدیم، پس قیمت x از اینجا مساوی میشود به 2. میایم شاگرده عزیز مثال پنجم حل میکنیم. در مثال پنجم هم چیزی که ما مشترک داریم 5 به نمای x در صورت و 3 به نمای x هم در مخرج که به اساس همی مشترک گیری پیش میریم، پس نشته میکنیم که 5 به نمای x در صورت مشترک باشه، 10 به نمای x تقسیم 5 به نمای x این میشه شاگرده عزیز 2 به نمای x منفی 5 به نمای x تقسیم خودش 1 تقسیم بر در مخرج هم 3 به نمای x مشترک داریم، پس اینجا میمونه 2 به نمای x منفی 1 مساوی به این رو میتونیم 3 بر 5 کل به نمای 2 نوشته کنیم. شاگرد عزیز دقت کنین. خب این حال چیزی که اینجا ما میتونیم اختصار کنیم دو دانه قوس است در صورت و مخرج، این دو تا اختصار میشه، چیزی که باقی میمانه 5 به نمای x است، 5 به نمای x تقسیم 3 به نمای x مساوی به 3 بر 5 کل به نمای 2. خب از اینجا ما میتونیم نشته کنیم که 5 بر 3 کل به نمای x مساوی به 3 بر 5 کل به نمای 2. 5 بر 3 کل به نمای x خودش باشه مساوی به این رو نشته میکنیم 5 بر 3 کل به نمای توانش منفی میشه به خاطر که جای صورت مخرج تغییر میدیم. خب این حال قاعده که مساوی است توانا رو ما مساوی قرار میدیم، قیمت x مساوی به منفی 2. به همین شکل شاگرده عزیز میایم مثال ششم حل میکنیم. شما دقت کنین، شما باید دارین که برای حل تمامی سوالات و معادلات همیشه مجهول سمت چپ و عدد معلوم سمت راست، پس بخاطر حل از این سوال 3 به نمای x جمع 4 ضرب 3 به نمای x سمت چپ و 15 را سمت راست انتقال میدیم، منفی 15 مثبت 15 میشه. چیزی که مشترک داریم 3 به نمای x است، خیلی 3 به نمای x مشترک میگیریم، اینجا میمانه 1 جمع 4 مساوی به 15، اینی 5 ذره قد، پس 3 به نمای x این طرف در حالت ضرب است و طرف ببریم در حالت تقسیم میشه، یا اطراف تقسیم ضریب 3 به نمای x 5 میکنیم، پس اختصار که کنیم یا تقسیم کنیم 15 تقسیم 5 میشه 3 و توان سی هم یک از شاگرده عزیز، قاعده ها مساوی است سی و سی، توان ها رو ما مساوی قرار میدیم، قیمت ایکس هم مساوی به یک پیدا میشه. خب شاگرده عزیز، ای بود درس امروزی ما، تا درس بعد شما رو به خداوند میسپارم، موفق باشین.